اعتقاد به روح و روان و زندگی پس از مرگ به اشکال گوناگون در سراسر نقاط و مراکز جهان باستان از جمله ایران وجود داشته است. بررسی آداب و رسوم تدفین در شناسایی و بازسازی فرهنگ جوامع باستان بسیار با اهمیت است. به نظر شما الگوی دفن در ایران باستان چگونه بوده است؟ چگونه مردمان ایران باستان از دفن در زیر خانه و یا به سمت طلوع خورشید استفاده می کردند؟ چه ارتباطی بین دفن در خمره و فرهنگ ایران باستان وجود داشته است؟ و در نهایت چگونه تأثیر فرهنگ تدفین مردمان مصر بر ایران قدیم محسوس بوده است؟ پاسخ تمام این سوالات را در این ویدیو خواهید یافت. الگوی تدفین در دوران پیش از تاریخ. تدفین یکی از بازتاب‌های مهم مادی مذهب به عنوان یک پدیده بزرگ ذهنی است که از طریق آن می‌توان به بسیاری از باورهای مذهبی و اخلاقی جوامع باستان پی برد. کهن‌ترین شیوه‌های تدفین شناخته شده به دوره پارین سنگی میانه منسوب می‌شود. ساده‌ترین نوع تدفین، تدفین گودالی است که از قدیم‌ترین زمان‌ها دیده می‌شود. در این شیوه جسد همراه با ابزار سنگی و بخش‌هایی از بدن جانوران درون چاله‌ای کنده شده در زمین گذاشته می‌شد و گاهی اوقات اجساد با طلسمی مخصوص حمایت می‌شدند. شیوه ها و سنت های تدفین مردگان در فلات ایران از آغاز کشاورزی و استقرار دائم در روستا تحت تأثیر باورهای آیینی و دینی جوامع آن روزگار بوده است. در این دوران مردگان را در زیر کف منازل مسکونی دفن می کردند. از شاخص های عمده شیوه تدفین در این دوره می توان به اعتقاد به ارواح، زندگی پس از مرگ، قرار دادن اشیا و هدایا و نذورات در داخل قبور، خواباندن شخص مرده به صورت جنینی و حالت جمع شده در داخل قبور و اندود کردن جسد با گل اخرى اشاره کرد. برای نمونه مردمان سیالک در دوره اول و دوم سیالک که مربوط به دوران آغاز استقرار در روستا و تولید غذا در فلات مرکزی ایران است و قدمت آن به 7500 سال پیش میرسد، در این دوره مردگان را با قشر نازکی از محلول گل اخرى پوشش میدادند و به همراه هدایایی در کف منازل خود به صورت چنباتمه دفن میکردند. باور به زندگی پس از مرگ که از زمانهای بسیار دور در ذهن بشر پیدا شده، با استفاده از گل اخرای رنگ به عنوان علامت خون و بنابراین به عنوان نماد زندگی نشان داده می شده است. رسم رنگ کردن اجساد اموات با گل اخرای سرخ رنگ در همه زمانها و مکانها جاری بوده است. از آنجا که خورشید در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد و پیش از آن در فلات ایران از بزرگترین خدایان شمرده میشد، مردگان را به سوی شرق، یعنی طرفی که خورشید طلوع میکند، میخواباندند. چنانچه کاوش‌های انجام شده در سیالک کاشان، تپه حصار دامغان و غیره این مسئله را تایید میکند. از این رو توجه مردم فلات ایران به خورشید و پرستش آن را میتوان به وضوح مشاهده کرد، چنانچه این فرهنگ در دوره‌های تاریخی بعد نیز تداوم می‌یابد. با آغاز دوره شهرنشینی، شیوه دیرپای تدفین مردگان در کف خانه‌های مسکونی متروک شده و مراحل آغازین تدفین مردگان در قبرستان‌های عمومی که معمولاً خارج از محوطه مسکون بود، متداول شد. این شیوه تا آغاز هزاره اول پیش از میلاد ادامه یافت. سنت تدفین عصر آهن در قبرستان‌های قیطریه تهران، سیالک کاشان، خوروین کرج، سکس آباد دشت قزوین و غیره قابل مشاهده است. برای نمونه دوره پنجم سیالک که تاریخی در حدود 1200 سال پیش از میلاد دارد و متعلق به مهاجران تازه وارد به تپه سیالک است. آنچه از این مهاجران باقی مانده آثار معماری موجود در سطح تپه که بر روی بقایای معماری دوره قبر ساخته شده و گورستان این مردمان است که در حدود 200 متری تپه جنوبی قرار داشته است.
در این دوره برخلاف دوره‌های قبل، مرده‌ها را خارج از منازل مسکونی، جایی که گریشمن شهر مردگان می‌خواند، دفن می‌کردند. در کنار پیکر بیجان مردگان، اشیای سفالی، ابزار مفرقی و آهنی و مهره‌ها و آویزها دفن شدند. گریشمن این تغییر مهم در شیوه تدفین را نشانه جانشینی اساسی قومی نو با اعتقادات و باورهای متفاوت به جای قوم کهن سیالک به شمار می آورد. به طور کلی می توان از مطالعه سنت‌های تدفین عصر آهن به این نتایج دست یافت. قرارگیری حالت کلی اجساد درون قبور یادآور حالت جنین در رحم مادر است که به طور نمادین دنیای تولد و مرگ را نمایان می سازد و دلالت بر باور آن مردمان به زندگی پس از مرگ دارد. احترام به قبرستان ها به عنوان نماد احترام به ارواح نیاکان و درگذشتگان و نیز آسایش مردگان پس از مرگ نیز مورد توجه قرار می گرفته است، به طوری که در هیچ کدام از قبور عصر آهن علائم و نشانهای تخریب عمدی دیده نمی شود. الگوی تدفین در عصر زرتشت. دین زرتشتی به معنای شکاف در دین آریایی پیش از ظهور زرتشت نیست. نیبرگ به درستی دین زرتشت، دین آریایی باستان با نشان ویژه خود معرفی می کند. قبل از ظهور زرتشت، اقوام هندو ایرانی نیایشگران خدایان مشترک اساطیری بودند. ایرانیان با جدایی میان ایزدان اهوره از دیوان، میان مفاهیم مقدس و غیر مقدس تفاوت قائل شدند. سپس زرتشت با اصلاحات خود در دین آریایی و با دین اخلاقی خود از خدایان ایرانی مظاهر مطلق پاکی و از دیوان و اهریمن مظاهر مطلق ناپاکی ساخت. زرتشت در جامعه آکنده از خدایان عناصر طبیعی دریافتی کاملا متفاوت از تصور خدا ارائه داد که حاصل نیروهای اخلاقی در فعالیت‌های جامعه بود. درباره شیوه تدفین در دوره خود زرتشت که محققان آغاز هزاره اول پیش از میلاد را برای زندگی او تخمین زدند، اطلاعاتی در دست نیست. به ویژه آنکه در هیچ کجای گاتها سروده هایی که به زرتشت نسبت می دهند گفته نشده است که با درگذشتگان چه باید کرد. اما در وندیداد که در گفتگوی زرتشت و اهورامزدا برمی آید که او خاک سپاری مردگان را تقبیح می کند و با شیوه تدفین مردگان در زمین که رسم متداول مردمان ساکن فلات ایران بود به مخالفت برمی خیزد و رسم به خاک سپاری مردگان در دوره‌های بعد با تلفیق عقاید مغان مادی در دین زرتشت به گذاشتن جسد در هوای آزاد و دریده شدن به وسیله درندگان تبدیل شد تا روح هرچه زودتر از جسم آزاد شود. الگوی تدفین در دوره ماد و هخامنشی. همانطور که پیش از این گفته شد، اقوام آریایی محل خاصی را برای تدفین مردگان خود در خارج از محل مسکونی به عنوان یک واحد مجزا اختصاص دادند. اقوام ماد و پارس که نام آنها در کتیبه ها و سالنامه های آشوری از قرن نهم پیش از میلاد آمده است، دو گروه از اقوام آریایی بودند. بدیهی است که آنها نیز در ابتدا از رسوم کلی آریاییان در تدفین پیروی می کردند. یکی دیگر از شیوه های تدفین در دوره ماد نهادن مرده در گوردخمه می باشد. تعدادی از این مقابر که در صخره ها تعبیه شده است در نقاط مختلف ایران کشف شده است. در میان منابع یونانی همزمان هخامنشیان، هرودوت به رسم مغان مادی اشاره می کند. نزد مغان مرده یک ایرانی پیش از آنکه پرندگان و جانوران آن را بدرند دفن نمی شود و تأکید می کند که این رسم میان مغان هست چون آنها آشکارا چنین می کنند. اما پارس ها شیوه دیگری برای پاکیزه نگه داشتن خاک، آتش و آب در پیش می گرفتند. پارس ها نعش را با موم پوشانده سپس به خاک می سپارند. شاید این رسم در اثر ارتباط با مصر و فرهنگ تدفین آن سرزمین در میان الگوهای تدفینی هخامنشی راه یافته باشد.
قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم اگر کانال ما براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اینجا کافه دانایی. اطلاعات اندک در مورد سنت های تدفین دوره هخامنشی به آن دلیل است که حفاری های انجام شده در این دوره مربوط به محوطه های خاص است که عموماً به زندگی مردم عادی مربوط نمی باشد. با وجود این در کاوش هایی که در کوه رحمت در نزدیکی تخت جمشید صورت گرفته می توان به نتایج خوبی دست یافت. کوه رحمت یکی از کوههای مقدس هخامنشیان است که تقدس آن تا دوره ساسانی نیز ادامه یافت. از جمله موضوعاتی که سبب شد این کوه باستانی برای هخامنشیان و ساکنان دوران پس از هخامنشی مقدس باشد، تدفین مردگان در این کوه است. هخامنشیان با دفن مردگان خود در این کوه همواره در تقدس این کوه اصرار داشتند. کاوش های باستان شناسی تا کنون به شناسایی و طبقه بندی 5 نوع تدفین و هزاران گور هخامنشی، فرا هخامنشی تا دوره ساسانی منجر شده است. انواع شیوه های تدفین شناسایی شده در این محوطه باستانی عبارتند از خرفت خانه ها، قبور حفره سنگی، قبور استودانی عمودی، قبور استودانی افقی و قبور صخره‌ای. الگوی تدفین در دوره سلوکی و اشکانی. با حمله اسکندر به ایران و سقوط سلسله هخامنشی و پس از آن با روی کار آمدن سلسله سلوکیان، تسامح و تساهل نسبت به عقاید و آداب اقوام تابع رعایت می شد. آغاز دوره پادشاهی اشکانیان در ایران که حدود 500 سال به طول انجامید همزمان با حکومت سلوکیان بود. مذاهب در این دوران شیوه های تدفینی متفاوتی را اقتضا می کرد. 8 گروه عمده در میان کاوش های باستان شناسی از شیوه های تدفین دوره اشکانی ساخته شده است که به قبور تابوتی، قبور خمره‌ای، قبور گودالی، قبور مکعب مستطیل سنگی و صخره‌ای، قبور آرامگاه های سردابی، قبور چاهی، قبرستان ها با ظروف تدفین و گور معبد تقسیم می شوند. از رایج ترین شیوه های تدفینی این دوره تدفین تابوتی است. روش تدفین تابوتی در دوره اشکانی بسیار متداول بود. جنس تابوت ها از سفال خشن و شکننده است. برخی از تابوت ها دارای درپوش سفالی و برخی دیگر فاقد درپوش هستند که با سنگ روی آنها پوشیده شده است. ظروف سفالی و برخی لوازم زینتی در این تابوت ها پیدا شدند. با توجه به شیوه مشابه تدفین خمره‌ای در مناطق گوناگون کاوش شده دوره اشکانی می توان اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه تدفین خمره‌ای به دست آورد. دکتر کامبخش فرد، سرپرست کاوش گورخمره های اشکانی در اردبیل، بر این باور است که شیوه تدفین در خمره و تابوت دوره اشکانی برگرفته از سنت سامیان و سلوکیان است و تا پیش از آن اشکانیان به سنت دیرینه پدران خیش برای مردگان در عمق خاک 4 چینه‌های سنگی بنا می کردند. در این شیوه خمره ای را نسبت به حجم متوفا در نظر می گرفتند و افراد را منفرد یا همراه با لباس و در بیشتر موارد به حالت خمیده و جنینی در خمره می گذاشتند و همراه آنها انواع وسایل تزیینی، مذهبی و اشیای روزمره و جلوه های روزگار حیات را قرار می دادند. گویا کمیت و کیفیت این اسباب و اشیا بر حسب فقر و غنای مرده فرق می کرد. وجود اندیشه های مذهبی داله بر وجود زندگی جاودان پس از مرگ در نزد پیروان ادیانی است که به نوعی سعی در حفظ جسد در گذشتگان خود داشتند. این قضیه موجب شده است که تمهیداتی برای درگذشتگان خود در نظر بگیرند. در برخی موارد بر اثر اندود کردن خمره ها و رعایت عمق زیاد مدفن ها و انسداد کامل دهانه خمره ها به وسیله تخت سنگ و ملات گچ، هوا به درون آن نفوذ نکرده و اسکلت و میراث مردگان نسبتاً سالم مانده است. در نتیجه
تدفین خمره‌ای کوشش باورمندانه و همه جانبه ای در جهت حفظ و نگهداری جسد برای زندگی دوباره در آخرت است. گویا رسم گورهای مشترک و خانوادگی در این دوره متداول بوده است، زیرا در برخی قبور خمره‌ای 2 تا 3 میت را یک جا دفن کردند. الگوی تدفین در دوره ساسانی. در دوره ساسانی پس از اصلاحاتی که در دوره اردشیر بابکان به دست روحانیون زرتشتی به رهبری تنصر در راه وحدت دین و دولت انجام گرفت، بسیاری از تعالیم مغان وارد دین زرتشتی گشت، اما با توجه به شواهدی که در متون تاریخی آمده میتوان دریافت که در مراکز مختلف دینی روایت زرتشتی همچنان وجود داشت. در این دوره مردم به تداوم سنت‌های گذشته و نیاکان خود در تدفین اصرار داشتند. با این حال تدفین بر اساس معتقدات زرتشتی بیشترین تعداد را در تمام مناطق کشور داشته است. یکی از متداول ترین شیوه ها تدفین دخمه‌ای یا تدفین در برج خاموشان است. از آنجایی که زرتشتیان جسد مرده را ناپاک و پلید می شمردند، مراسمات بسیار سختی را در ارتباط با تشییع جنازه انجام می دادند. طبق وندیداد، زرتشتیان در هر دهکده یا خانه جایگاه ویژه‌ای به نام کته برای مردگان داشتند. قبل از فرا رسیدن مرگ، موبدی بالای سر شخص حاضر می شود و به خواندن دعا می پردازد و از او می خواهد تا به گناهان خود اعتراف کند و طلب بخشایش نماید. حمل جسد، حتی جسد کودکان، باید توسط 2 نفر صورت گیرد. این نشکشان پارچه‌ای به نام پیوند در دست دارند و سرودی را می خوانند و سپس روی جسد را می پوشانند. سپس در 3 قدمی مرده میستند و گاساها را در 2 بخش میخوانند و به بازماندگان او اجازه میدهند تا آخرین دیدار را داشته باشند. پس از آن رسم سگدید بایستی انجام میشد که این آیین عبارت از نشان دادن جنازه به سگی است. سگ در آیین زرتشت جانور مقدسی به شمار میآید و آزار وی شایسته کیفر است. این کار برای راندن دیو پلیدی از جسد انجام می شود. زرتشتیان هرگز مرده را در هنگام شب تشییع نمی کنند و در وندیداد دستور اکید آمده است که نشر را هرچه زودتر و در هنگام روز دفن کنند و اگر شب در گذشته باشد باید تا روز بعد برای انجام مراسم صبر کنند. نشکش ها برای جلوگیری از نفوذ پلیدی باید جسد را روی تخت سنگ و یا توده شن به سوی دخمه یا برج خاموشان حمل کنند. باز هم در بیرون از دخمه پارچه از صورت مرده برداشته می شود تا برای آخرین بار خانواده او را ببینند و خداحافظی کنند. سپس نشکش ها لباس های مخصوص دخمه را می پوشند. لباس های مرده را از تنش خارج کرده تا لاشخورها و کرکس ها گوشت را خورده و استخوان های او باقی بماند. سپس ماموران دخمه استخوان های باقی مانده را در چاه عمیق وسط یا استودان دخمه میریزند. نمونه هایی از برج خاموشان یا دخمه های دوره ساسانی در نزدیکی سرمشهد قرار دارد. از گذشته های بسیار دور اعتقاد به زندگی پس از مرگ نزد ساکنان ایران زمین رواج داشته است. تأمین توشه راه و آذوقه و ابزارهای لازم در گورها دلالت بر اعتقاد به زندگی اخروی می کند. با توجه به دگرگونی باورها و آیین‌های مذهبی در تاریخ اجتماعات می توان گفت تمهیداتی را که بازماندگان برای رفاه مردگان اندیشیده بودند نیز تغییر می کرد. در همه فرهنگ ها شیوه تدفین با مذهب درآمیخته و به همین جهت با تغییر مذهب آیین تدفین نیز دگرگون می شده است. تنوع شیوه های تدفین در یک محل در برخی دوره ها مانند دوره اشکانی نشانه تساهل، تسامح و احترام آن حکومت نسبت به ادیان و باورهای مذهبی مردم خود می باشد.
اما در دوره ساسانی که تعصب مذهبی آن حکومت مشخصه اصلی آن به شمار می آید، تنوع شیوه های تدفین مذاهب و ادیان گوناگون علی رغم سختگیری دستگاه روحانیت آینی تمام نمایی از وضعیت و اجتماعی مردم است که بر سنت های پیشین خود اصرار ورزیده و القاعات مذهبی دربان ساسانی را نمی پذیرفتند.